سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن من داشتم در جلسه قبلی راجب به صفات و اخلاق و روحیات شاه تماسب حرف می زدم که وقتم تموم شد و نیمیشو گفتم نیمیش ناگفته ماند خب این آدم دوچار خصت بسیار زیاد بوده اینقدر خص... حد خصاصت در این آدم بالا بوده که لباس های نیمدارش رو میفروخته میداده ببرن بازار بفروشن و پولش رو بیارند تمام ایامم در دربار موقع که میخواستی شاهی بکنه که بیشتر این کاره میکرده البته به دفتر و دستک امور مالیش میرسیده و ثروت دربار رو به شمشای طلا و نقره تبدیل میکرده و در قلعه های بسیار مستحکم اینا رو حفظ میکرده شما میدونید که پول درآمد میبایست در مملکت جاری بشه ترنووه رو داشته باشه به اصطلاح تا رونق ایجاد کنه نه این دوست که اینا رو توی دربار نگه داره دوچار همچین خصت عظیمی بوده و مال دوست بوده میگویند در چهارده سال آخر سلطنتش به سپاهیانش حقوق نداده اصلا اما سپاهیان او را دوست می داشتند و به وفاداری آنها هیچ گونه خدشه ای وارد نشد چه کسی میتونه این حرف رو باور کنه؟ که آدمی کارش سپاهیگری باشه 14 سال حقوق نگیره خب این آدم 14 سال وقتی حقوق نمیگیره خرج زن و بچهش از کجا در میاره اما معلومه از قارت مردم از چپاول مردم به همین دلیله که در زمان ایشون شورش های متعددی از نقاط مختلف مملکت به ظهور میرسه علاوه بر شورش های سران قبایل که به خاطر کسب قدرتی بیشتر شروع میکردن به جنگیدن و ناسازگاری ناسازگاری را انداختن و و جنگ های بزرگ ایجاد میکردن علاوه بر اون از طرف توده های مردم شورش های عظیمی به وقوع میپیوسته به خاطر اینکه مالیات از مردم میگرفتند حکام محلی زورگویی هم میکردند لشکر هم میرفته زورگویی میکرده مردم رو باید تیغ میزده تلکه میکرده که بتونه زندگیش اداره بکنه برای که شاه حاضر نیست به لشکرش حقوق بده اصلا به خاطر این اختلافی که بین قبایل قزلباش رخ داده بود شاه امکانی نداشت که لشکر زیادی فراهم کنه ایشون بالاترین حد شماره سپاهیانش از ده هزار نفر هیچ وقت تجاوز نکرد در اولین جنگ با عثمانی ها که عثمانی ها 90 هزار نیرو رو وارد ایران کرده بودن ایشون هفت هزار سپاهی داشت خب اما از خصت خودش یک طرف مشکلات مملکت هم از یک سو اما هوش این آدم زیاد بود به قول مورخین ببینیم اون هوشه چی بود که میگن زیاد بود ایشون برای اینکه سپاه عظیم عثمانی نتونه در ایران موفق بشه تمام مسیر عثمانی رو یعنی تمام روستاها و شهرهایی که در مسیر سپاه عثمانی قرار بگرفت ویران میکرد تمام آزوغه ها رو میسوزند مردم رو منتقل میکرد کوچ میداد بدون هیچ مدیریتی بدون هیچ رفاهی بدون هیچ کمکی به مردم فقط زلواشاری رو میفرستادن پیش کتخداهای محلی به کتخدا میگفتن که تا 24 ساعت دیگه باید اینجا رو تخلیه کنید برید هر کس میکشیم و بعد آتش میزدند تمام آبنبارها رو خراب کردن تمام کاریزها رو نمیدونم ها رو خراب میکردن که سپاه عثمانی بدون آب و آزوغه بمونه و به گرسنگی بیفته و ناچارش برگرده و همین دلیل هم در جنگ اول سپاه عثمانی در سلطانیه که حالا برفم کمک کرده بهشون اصلا مقدار زیادی از سپاه تلف شدند و بقیه هم برگشتن رفتن به خاطری که دیدن اگه بمونن بیشتر تلف میشن از گرسنگی و تشنگی و سرمون نکته مهم دیگری در مورد ایشون این است که ایشون 20 سال با عثمانی ها در جنگ بوده چهار جنگ بزرگ رخ داده هیچ کده از این جنگ ها رو عثمانی ها نمیخواستن برقرار کنن یا حاکم ارزلوم ایشون نامه توهینامیز میفرستده واسه امپراتور لباس زنانه و شمشیر میفرستده که آقا تو بیا بجنگ یا با این شمشیر بیا بجنگ یا این لباس زنونه رو تنید کن آخه حاکم ارزروم تو کی هستی؟ برای چی این کاره میکنی؟ برای این که با یه قبیله جنگیده نمیدونم سی تا سرباز مصری هم اونا داشتن اونا رو زده کشته حالا غرور ورش داشته فکر میکنه که سلطان عثمانی رو میتونه بزنه برادر پادشاه که حاکم شیروان بوده شورش میکنه علیه شاه شاه با برادرش میجنگه القاس میرزا برادر شاه شکست میخوره میره به عثمانی پناهنده میشه با سربازاش و نفراتش اونها رو تشویق میکنه که به ایران حمله کنی وقتی سپاه عثمانی حمله میکنه به ایران یک سپاه به سرپرستی القاس میرزا میرن همدان رو میگیرند بقیه سپاه تا نزدیک اسفهان جلو میان اما باز هم شکست میخورن به این دلیل که تمام مسیرشون رو با اون هفتزار تا سربازی که داشتند خالی از حیات میکنند در حقیقت این ملت ایران بوده که با جون خودش با عثمانی می جنگیده نه آقایون هیچ اهمیتی نداشته که مردم ایران چه قرار است چه بکشند با سوزانده شدن روستاشون با معدوم شدن آزوغه هاشون گندم هاشون مزارعشون با مسدود شدن قناتهاشون هاشون با پر شدن آبنبار خراب شدن آبنبار یعنی آثار حیات کاملا معدوم بشه و تمام اهالی این شهرها و روستاها آواره بشند به جاهای دیگر تا اینکه ارتش عثمانی شکست بخوره و نهایتا هم القاس میرزا دستگیر شه و ببرنش در قلعه قهقهه حبسش میکنند همین این حکایت تماسبه که خدا رو شکر که عثمانی ها در اثر چهار شکست متوالی که به این طریق رخ داده در شهر آماسیه یه قرارداد صلح دراز بودتی می بندن که بعد دیگه بیست سال پایان سلطنت تهماسب جنگی بین تهماسب و عثمانی ها رخ نمیده و در آرامش به سر میبرند به خاطر احترام به این قرارداد آماسیه که یه قرارداد دراز بودت و خیلی قوی و محکمی بوده و به موجب این قرارداد تمام ارمنستان غربی و گرجستان غربی قسمت تمام،, تمام قسمت غربی قفقاز داده میشه به عثمانی و خاک عراق اما کردستان و لورستان و آذربایجانی که اونا گرفته بودند پس میدند و در این محدوده ای ایرانی که امروز ما میشناسیم اینها حاکم میشند و صلح برقرار میشه این حکایت اوزای مجموعه اوزای زمان است در زمان آقای تهماسب که من حالا اگر بخوایم برگردیم و یکی که این جنگ ها رو بررسی کنیم بگیم اون میشه اون تاریخ خونی که همیشه خوندیم و شنیدیم و نمیدونم میدونیم چه بسا که موردی پیش بیاد من مجروشم اونها رو هم بگم اما حالا فعلا میخوایم صفات و اخلاق و روحیات اینها رو بدونیم این پادشاه رو بدونیم این شاه تماسه چندین فرزند داشت فرزند بزرگش محمد میرزا بود معمولا اینها فرزند بزرگ رو میفرستدن به حرات حاکم حرات میکردن اگرم این فرزند سنش کم بود یه للم براش میگذاشتن یکی از قزل باشای بزرگ رو میگفتن تو لله این باش سرپرستی کن از این بچه زمنن نیابت حکومت هرات رو هم تو داشته باش در دا رسم این بوده میگویند که سب میرزا اهل شعر و نقاشی و هنر بوده در مورد نقاشی این حرف درسته به دلیل اینکه به امپراتور عثمانی که داشته مسجد مسجد معروف سلیمانیه رو می‌ساخته پیشنهاد میده که اجازه بدید من طرح قالی رو خودم بکشم بدم این قالی‌ها رو ببافند هدیه کنم به اون مجلس به اون مسجد یه قرآن هم قرآن خطی هم باز به با اون مسجد ایشون هدیه میکنه البته اون‌ها این پیشنهاد رو و مسکوت میمونه اما این نشون میده که با نقاشی سر و کار داشته تابلوهایی ازش هست از پورتره های ازش هست که نشون میده نقاشان خارجی در دربارش بودن و این پورتره کشیدن به دلیل که سطح نقاشی ایران هنوز به اون سطح نرسیده بوده که بتونن پورتره کسی رو بکشن نقاشی های ایرانی معمولا لباس یک شخص رو معادل اون چیزی که تنش بوده میکشیدن یه صورت چینی هم براش میگذاشتند همج... همچنان چشم ابروها صورت ها صورت های چینیه تا ببینیم که عوض میشه راجبش بعدا صحبت میکنیم پسر دیگری داشته به نام اسبا حالا محمد میرزا در حرات حکومت به نایب حکومت پسر دیگری داره به نام اسماعیل این اسماعیل شر مطلقه پی وسته در حال توت است علیه پدرش که پدره رو بندازه و خود شاه بشه شاه تماسم که یا آدمی آرام خونسرد میگویند یک روز تمام حمام رفتنش طول میکشیده یک روز تمام ناخون گرفتنش طول میکشیده خب به شعر شاعری هم علاقه من بوده و این حرفا او میخواد که شر این پسره رو از سر خودش کم کنه اول اینی میفرسته به حرات ولی بعد از چندی همون لله محمد میرزا و خود محمد میرزا نامه نویسن به پدره که آقا این شره این آده اینجا میخواد همه ما رو بکشه برش میگردونن به هر حال ناچار میشه که در سن 20 سالگی پسرش رو در قلعه قهقهه زندانی کنه پسر میندازن تو قلعه قهقهی همونجا که القاس میرزا برادرش انداخته بوده و حالا برادر اونجا مرده حالا ببینیم این اسماعیل که به عنوان اسماعیل دوم بعدا شاه میشه چه کسی است البته پسر بزرگ محمد میرزاست محمد میرزا در حرات آبله گرفته آبله زده به چشش کورش کرده و طبق مقررات دربار یک فرد کور دیگه نمیتونه شاه بشه اونم تقریبا 90 درصد بیناییش از دست داده بنابراین حالا اینه دیگه اینم تبعیدش کردن به قلعه قهقه در قلعه قهقه شروع میکنه باز به رزالت خودش ادامه دادن اولاً یکی از قزل باشایی که در اونجا زیر دست حاکم قلعه کار میکرده زن جوان زیبایی داشته و این میره با زن یارو رو هم میریزه البته توجه داشته باشید وقتی یه آدمی رو میفرسته یه رو میفرستادن به قلعه قهقهه یا هر قلعه دیگری اینطور نبودی که اون اونجا زندانیه هیئت ارکستر هم داشته زنهای متعدد هم داشته نمی‌دونم وسایل ریخت و پاش داشته اشرت داشته همه چی داشته شوهر اون زن مکرر و مکرر متوجه میشه که این شاهزاده ارتباط داره با همسرش میره با حاکم قلعه میگه و حاکم قلعه اینا با هم دیگه میکنن که مچ اسماعیل رو بگیرند و به حال مچ اسماعیل رو میگیرند وقتی میگیرن اون حاکم قلعه یک مشت محکم در بگومگوهایی که پیش میاد میکوبه تو دهن اسماعیل و دوتا دندون جلوی این شاهزاده هم میفته زمانم زمانی زمانه نیست که دندان پزشکی وجود داشته باشه و بیان دو تا دندون بذارن این جلوی دهنش پیوسته خالی میمونه این از بابت رفتارش با مردم قلعه و زنه یا رو و این حرفا یک بار هم به شاه خبر میدن که آقا این شمشای طلایی که شما اونجا گذاشتی کم شده شاه دستور میده بررسی کنند و چند تا از قبایل متعدد مختلف مأمور بررسی میشن و میرن اونجا و اینا با همدیگه دعواشون هم میشه و بگو هم میشه و به هر حال مشخص میشه که ایشون به کمک سران قبیله استاجلو تعداد از این شمشا رو از قلعه به پایین انداخته که اونا اینا رو ببرن بفروشن خرج سپاهی یلی کنن که ایشون با کمک این قبیله سلطنت بگیرن بدن به ایشون شاه دستور میده که اون شمشای طلا و نقره از اون قلعه ببرن جای دیگه بگذرند و بعدم به یک ببخشید اون قبیله اون که گفتم استاجلو نبوده افشار بوده یه, یه قبیله دیگه بوده. قبیله استاجلو رو معمور میکنه که دور این قلعه رو بگیرند یعنی افراد قبیله برن دور این قلعه چادر بزنن زندگی کنند و بیشتر مواظب اسماعیل باشن شاه هم پنجاه و خورده سال خودش سلطنت میکنه در نتیجه اسماعیل به سن 42 دو سالگی میرسه که شاه میمیره حالا ببینیم داخل دربار چه خبره پسر سوم شاه تماسب آدمی است به نام هیدر میرزا که این هیدر میرزا پیوسته با پدرشه در سفرها در جنگها اینور اونور همراه در رکاب پدر است و خودش جانشین پدر میدونه برای اینکه محمد میرزا که کوره نمیتونه شاهشه اونم که در قلعه زندانیه بنابراین این که باید شاهشه رسمی هم این بوده که پسری که در زمان مرگ پدر بالا سر پدر بوده سلطنتو رو به اون میدادند این هم یک امتیازی برای هیدر میرزا بوده و وقتی که شاه تماس فوت میکنه مادر هیدر میرزا کمک میکنه و کمربند سلطنت شمشیر سلطنت رو میبندن به کمر هیدر میزا و هیدر میزا اعلام شاهی میکنه اما اون روز دربار صفوی نگهبانانش نگهبانانی بودند که طرفدار اسماعیل بودند و میدونستند که باید از اون حمایت کنند در نتیجه درهای حرم رو میبندن و نمیگذارن که طرفداران هیدر میرزا برن به دیدن شاه جدید هیدر میرزا و اسماعیل هم یک خواهری دارن به نام پریخان خانم پریخان خانم زن سیاستمدار و مدبر و نمیدونم بسیار بسیار محیلیه و طرفدار اسماعیله اول آدم میفرسته به اونجا که برادرش رو از اون قلعه بیرون بیارن و بیارن برای سلطنت از این طرف در رو درهای حرم رو میبنده برای طرفداران اون ایلات و اشاعری که طرفدار هی در میرزا هستند و از در پشتی از در کاروانسرا در ببخشید استبل دربار اون در رو باز میکنه طرفداران اسماعیل میریزن تو دربار و با نهایت بیحرمتی هم وارد حرم شاهی میشن تا وارد حرم شاهی میشن هی در میرزا با کمک مادرش چادر سرش میکنه که داخل زنا و اینها تشخیصش ندن که بکشنش اما پریخان خانم با اشاره چشم نشون میده که کدیم یکی از هی هیدر میرزا هستن قزل باشا و با شمشیر میزنن جلوی مادرش شاه رو تیکه تیکه میکنند و جس و مادرشم میکشند جسد اینا را میندازند تو هم حیات استبل و اوزا اقتدار قدرت دست پریخان خانومه تا اسماعیل از قلعه قهقهه برسه به قزوین این هم داستان داخل دربار و رفتارهای این خواهر برادرها با همدیگه اسماعیل هم که مطمئن میشه که پدرش فوت کرده و مطمئن میشه که یه عده جانش رو تامین میکنند اصلا چون باور نمیکرده اوضاع احوال رو تضمین هایی میگیره از این افراد و را میفته به طرف قزوین و سلطنت رو میگیره حالا این اسماعیلی که در زمان پدرش اونقدر شهر بوده که 20 سال در قهقه زندانی بوده حالا اومده شاه شده آن چنان صفاتی از آدم کشی از بیرحمی در برای این آدم نوشته شده که آدم نمیدونه کدومش رو بگه ایشون سیزده یا چارده ماه سلطنت میکنه دوازده هزار نفر رو میکشه اینها از شاهزادگان خواهر برادرهای داخل دربار هستند تو رؤسای ایلات و برجستگان ایلات و قزل و مردم میگویند در جلسات مشورتی دربار ایشون میشه و مشاورینش هم دور تا دور میشوندن راجع به مسئله ای صحبت بکنند اما خودش هم یه تیر و کمون داشته دستش اگر کسی در جلسه مشورتی حرفی میزده که شاه نمیپسندیده همو او ترکبون می‌زده یا رو, رو می‌کشید در قزوین یه دعوایی میشه بین بعضی از این صوفیا با داروغه سر خریدن گوسفند داروغه دخالت میکنه و بعد محتسب دخالت میکنه و شاه میفهمه شاه لشگر میفرسته منکوب میکنه و اعلام میکنه که این توطعه شاهزادگان دربار بوده که سلطنت از من بگیرن و شروع کنه به کشتن شاهزادگان در همون روز هشت نفر از فرزندان تهماسب میرزا در دربار قزوین کشته میشه بعضی بقیهشون در نبودن که کشتهشن محمد میرزا اون موقع در هرات بوده در شیراز بوده بعضیشون در جاهای مختلف بودن که دور از دسترس بودن حالا ایشون میخواد همه رو بکشه نحوه کشتن سران هم این نبوده مثل امروز که برن یه کسی رو دستگیر کنن بیارن محاکمهش کنند نه این حرفا نبوده شاه به رئیس یه ایلی میگفته آقا من حکومت مثلا قوبو به تو میدم تو برو فلانی رو بکش سرش رو من بیار اگه اوردی حکومت این منطقه رو بت میدم یا عختهای فلان منطقه رو بت میدم در ونچه آدم های شمشیر به دست یه جوری آلت دست شاه بودن قاتل شاه بودن و به این طریق میتونستن به حکومت منطقه ای یا به اقتاداری یک منطقه ای برسند به یه مقامی برسن و یه پول پله گیرشون بیاد این هم راه روش کشتن افراد بوده ایشون در مقام سلطنت یک اخلاقیات دوران لاتی گذشتش رو ادامه میده اولا با یه پسری رفیق بوده به نام حلواچی اغلی باشی اینی کرده بوده حلواچی خودش و حلواچی اغلی باشی رو یه لقب ساخته بوده به این داده بوده ولی خب مناسبات ارتباطات جنسی داشته با این پسره و این کارم بوده ظاهرا علاوه بر زن میل به مردم داشته با این هستن چی باشی میرفته شبها تو قذوین از این دکون به اون دکون از این بازار به با اون بازار از این محله به اون محله مشروب میخوردند نمیدونم شیرینی میخریدن میخوردن حلوا میخریدن میخوردن شبها معمولا کارشون این بودی اما میزان آدم کشین در طول روز اینقدر بالا گرفته که دیگه حالا بقیه از جان خودشون بیمنا کرد اون پریخان خانوم هم که ایشونو به سلطنت رسونده مورد غضب قرار گرفته و همه زندگیشو ازش گرفته داراییاش ازش گرفته دختر محبوب شاه تماسب بوده این آدم و اون داره به صورت یه آدم عادی در یه گوشه حرم زندگی میکنه حتی غلام و نوکراش هم ازش گرفته حال اون پیخان خانوم با سران یه از این غزل باشا دست به یکی میکنند توتعه میکنند این, این نکته هم به شما بگم که ایشون میل به تسنن هم داشته حالا این همه آدم کشته شده تو ایران این همه خون ریخته شده که مردم شیعه شن حالا شاه سومی تردید داره که سنی بشه یا شیعه بمونه اول حکم میکنه که به اون سه خلیفه اول تو مساجد ایران اهانت نشه بعد حکم میکنه که برید بگردید کسانی رو پیدا کنید که از موقع که شیعه شدن تا به حال به سه خلیفه اول اهانت نکردن به اونا یه پولی حالا داستان پول دادن و عقیده خریدن هم جالبه خود اسماعیل وقتی بغداد میگیره اون اه ابو حنیفه که یکی از بزرگان دین سنته قبرش رو میشکافه و سخوناشو میاری می بیرون میسوزونه و محل قبر رو میکنه مسترا و به اطرافیانش میگه که هر کس بره اینجا غذای حاجت کنه من بهش 25 دینار حق قدم میدم که مردم برن اونجا رفع حاجت کنند غذای حاجت کنند و 25 دینار شاه بهشون حق قدم بده اینجا مالا اینطور شده محکوس شده اونایی که سپ خلفای اولیه را نکردند بیان ما یه پولی بهشون بدیم این قضیه هم سبب میشه که به فکر بیفتن که با این چه بکنن پرگان خانم یک شبی که ایشون با اون حلواچی و اغلی باشی دمدم های صبح به کاخ برمیگرده براش پیغوم میفرسته که اون دختری که شما میخواستید با سه چهار نفر از دختران همراهش آماده هستند میتونم براتون بفرستم اینم میگه که بله بگید بیان در چند نفر قزل باشه چدور به سر وارد میشن کی موقعی که ایشون فلونیام میخورده فلونیا مخلوطی بوده از تریاک و چند تا چیزی دیگه که نمی من نمیدونم به حال بنگ و اینجور چیزا اسمش باشه بودن فلونیا این دم صبحی که والده دربار میشن قطی فلونیاشو اسمایل باز میکنه که بخوره حل با چی باشی میگه که اه اه این قطی محر نداشتا نخور میگه که کسی به این دست نزده بخور منم میخورم تا هم بخور هر دوشون میخورن تا حدودی هم این مسمونشون میکنه اون دخترها که در حقیقت قزل باشن که چطور سرشون کردن وارد اتاق میشن و به حال با شمشیر میزنن این آقا رو تیکه تیکه میکنند و به این ترتیب سلطنت دواز ۳ سیزده ماهه یا آدمی که جوز لاتبازی جوز اوباشگری و جز آدم کشی از سلطنت هیچ چی نمیدونست هیچ کاری نتونست بکنه جزی که سیزده ماه یا چارده ماه دوران سلطنتش طول کشید و تمام شاهزادگان صفوی رو کشت به اضافه به طور کلی آمارش دوازده هزار آدمه که بیگناه اینا رو کشت و به این ترتیب هم کشته شد و رفعه کارش حالا دیگه کسی نمونده برای سلطنت میگن بریم همون محمد میرزای کور رو خبر کنیم دربار یه آدمی رو معمور میکنه که به صورت رسمی بره به شیراز و به محمد میرزا بگن که تو شاه شدی برادرت کشته شدی یکی از درباریان به خاطر گرفتن مشتلق سوار اسب میشه و از این مامور رسمی دربار جلو میزنه تونتر خودش میرسونه به شیراز و خبر خوش رو میده میگه قربان اسماعیل شاه اسماعیل مرد و شما به سلطنت انتخاب شدید اینقدر محمد میزا از اون شاه اسماعیل میترسیده که میگه آقا اینو بگیرید بکنید زندان این آدم ما رو مسخره کرده مگه میشه شاه اسماعیل کشته شده باشه این یارو رو میگیرن میکنن زندان تا فرستاده دربار بیاد وقت هم تموم شد الان خداویسی میکنم به وقتی فرستاده دربار میاد یارو رو از زندان در میارن و ایشون میاد به طرف قزوین که شاه بشه حالا داستان محمد میزار بعدا براتون عرض میکنم فعلا وقتم تمومه شب رو صبح بخیر